کار کرده دیگه که این اسلایس اکس داره توی اصلاح رنگ. شما قاعدتا اگر با داوینچی ریزولف کار کرده باشید یا با کالر اپل، دیدید که یه چیزی داره اسم تراکینگ که شما میتونید یه تیکه از تصویر رو انتخاب بکنید و فقط اصلاح رنگی که انجام میده مال همونجاست. به طور مثال من اینجا میام مثلا این نرمافزار کالریستا رو، الان این پلاگین کالریستا رو اضافه میکنم به تصویرم و حالا میام میگم که مثلا تو شادوها میخوام که من خیلی سایان بیشتری داشته باشم یا آبی سایان بیشتر یا همچین چیز. خیلی زیاد شد، ممکنه بگم خود میتون های تصویر رو میخوام کم بکنه و خیلی تیره تر بشه، شادو حالا به نسبت یه ذره روشن تر بکنه، چون هایلایت ها من ممکنه دوباره بخوام یه ذره بیاد توی مایه های خونک و اینا یه همچین چیزی. ولی همونطور که شما میدید روی صورت این بازیگر من تاثیر میذاره، مخصوصا اگه من یه ذره شدیدتر این کار بکنم خب بدتر هم میشه. حالا من میخوام همه این تصویر اصلاح رنگش به طور مثالی همچین چیزی باشه و حالا حتی تیره تر هم باشن اینجاها، ولی من میخوام صورت بازیگر من روشن‌تر باشه و صورتی تر باشه. باز برای این کار شما توی اسلایس اکس اکستراز یه چیزی اینجا دارید به اسم کالریستا ویت شیپ ماسک و دقیقا اینجا یه پلاگین دیگه هم هستش به اسم کالر فینالی که این دوتا خیلی مشهورن برای اصلاح رنگ. حالا من اینجا چون کالریستا رو دارم از این کالریستاش استفاده میکنم. من اینجا کالریستا رو میبندم پایینیه. حالا دقیقا باز به همون شکلی که توی درسای قبل رو هم دیدیم، دقیقا الان شما میتونه ترک بکنه صورت بازیگر ما رو. من میام باز اینجا صورت بازیگرم رو اینجوری انتخاب میکنم یه همچین چیزی و حالا میام میگم که آقا جون اینو ترک کن رو به جلو، ببین صورت بازیگر من کجاها میره، چه تغییراتی میکنه، چه اتفاقاتی براش میفته. حالا این شروع میکنیم ترک کردن و شما همونطور که میبینید خیلی خوب داره دنبال میکنه صورت بازیگر منو. یه نکته ای هم من اینجا بگم خدمتتون، اتفاقا خوب شد که این موضوع اتفاق افتاد. زمانی که شما دارید ترک میکنید فیلترهای قبلی، لایه های دیگه‌ای که حالا فیلترهای قبلی که به صورت همین مثل همین کالریستای اینجا شما اضافه کردید به تصویر، موقع ترکینگ حساب میشن و محاسبه میشن. یعنی که اگه میخواید سریع‌تر اتفاق ترکینگ بیفته بد نیست اینا رو خاموش بکنید که نرم‌افزار راحت‌تر کار بکنه. الان شما همونطور که میبینید اینجا اومد اینو برای من ترک کرد. من میتونم بیام اینجا بگم خب حالا از اینجا به قبل هم برای من ترک بکن، کل کلیپ ها میخوام داشته باشم. و اینو الان دنبال میکنه توی کل تصویر. حالا نکته جالبش هم باز همونطور که توی درس قبلی با هم دیدیم، شما میتونید خود این شیپ رو بیاید تغییر بدید. من میام توی این کی فریم اصلی که این شکل رو کشیدم دور تا دور بازیگرمون، من یه زنگ بزرگتر بکنم، این هم فکرم 75 حد اکثر بس باشه باسش. اینو میام اینجا یک کی فریم توی شیپش یه تغییر اینجا میدم و حالا باز همونطور که گفتم خدمتون، علت این که من اینو اینقدر تکرار میکنم اینه که ممکنه یه مقدار گنگ باشه، یه مقدار گیج بکنه. ببینید شما زمانی که یه شکل رو واسش میکشید میاد جا به جا شدن اون رو در نظر میگیره، این اطلاعات جا به جایی و تغییرات رو ثبت میکنه
بعد شما اگر شکل رو تغییر بدید، اون اطلاعات قبلی رو به این شکل جدید اضافه میکنه. به خاطر همین دیگه نگرانه اینو نداره که حالا آقا دیگه الان که من دارم این تغییرش میدم چه اتفاقی میفته یا چه چیزی ممکنه واسه تصویر من به وجود بیاد. هیچ مشکلی به وجود نمیاد در شما، اصلا ناراحت نباشید، چون میگم این شکل شما توی این کی فریم ثبت میشه، اطلاعات مربوط بهش، ترک شما توی این یکی. بعضیه که مثلا الان با ترکینگ هم قبلا آشنا بودن الان فوش میدن، من میخوام کتک بزنم من، یا 10 بار گفتی دیگه بس دیگه. با خب متوجه شدیم، ببخشید شما. خلاصه برای دوستانی میگم که ممکن اصلا آشنا نباشن با این پدیده ترکینگ و اینا. خب حالا اینجا من مثلا این کی فریم ها رو اینجوری زدم، اینجاها باز میتونم بیام یه شکل اینجا اینو میتونم تغییرش بدم. حالا من اینجا دیگه با واقعا وارد جزئیاتش نمیشم، به خاطر اینکه وقت شما خیلی گرفته میشه. طبیعتا توی کارهای خودتون میتونید راحتتر و سریعتر و بهتر این کار رو انجام بدید. ببخشید، یعنی میتونید با دقت و جزئیات بیشتری این کار رو انجام بدید. من یه دونم پوینت اینجا اضافه میکنم، فقط همین یه دونه، به دلیل اینکه پوست بازیگر ما مخصوصا اینجا این مثال بسیار بسیار خوبیه، چون این رنگ دیوار با پوست بازیگر ما یکیه، این ترکینگ خیلی به درد میخوره و خیلی میتونه ما رو نجات بده اینجا، چون دقیقا گردن سم با دیوار یه رنگه. و حالا شما اگر بخواید با اصلاح رنگ این کار رو بکنید، قطعا اگر کوچکترین تغییری تو این به وجود بیارید اینجا هم دیده میشه. خب حالا اینجا من میگم که این کالریستای من طبیعتا داخل این فقط کار خواهد کرد. بذارید من اون فیلتر قبلی رو روشن کنم. حالا اینجا من میتونم بیام بگم آقا اینو الان برای من روشنتر بکن و نارنجی ترش هم بکن. من میام یه ذره رنگ زرد و نارنجی بهش میدم که طبیعتا یه ذره اون حالت قبل رو بگیره و اون سم آبی سبزی که من اینجا بهش اضافه کردم بگیره ازش. حالا من اگه الان بیام اصلا خود میتون هام رو یه ذره این شکلی چیزش بکنم، آبی ترش بکنم، باز بیشتر مشخص میشه. باز هم میتونم بیام اینجا برعکس یه ذره بیشتر بهش رنگ نارنجی بدم. قشنگ مشخصه که الان تغییری که اتفاق میفته به چه شکله. حالا اینجا الان تصویر ما همونطور که میبینید دقیقا این ماسک و این تیکه، حتی شما میبینید که تو موهاشم هست، داره دقیقا با بازیگر من حرکت میکنه و اون اصلاح رنگ تیکه‌ای که خیلی 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 دوست دارن، از جمله خود من توی داوینچی، شما اینجا با این پلاگین میتونید انجام بدید و دیگه نیاز نیستش که برین تو داوینچی برگردید، برین توی داوینچی برگردید، توی خود فاینال کات میتونید این کار رو انجام بدید. و حالا طبیعتا الان لوکی که تصویر من داره با قبلش خیلی تفاوت داره، خیلی شاید تیر و تارتر باشه، خیلی شاید حس متفاوتی داشته باشه، اگه فیلم ترسناک باشه یا الله چیز دیگه ممکنه اینجوری خیلی به درد بخوره. در عین حال پوست بازیگر منم رنگش درست حفظ شده و من حتی میتونم بیام اینجا باز پوست خود بازیگر رو کار دیگه باش بکنم، به طور مثال سچوریشنش رو بیشتر بکنم یا کمتر بکنم اگه بخوام حس این رو وجود بیارم که بازیگرم ترسیده. و حالا الاخر اینه که اینم یکی دیگه از کارکردهایی هستش که این پلاگین اسلایس اکس داره و ترکیب این پلاگین با این کالریستا واقعا چیز بی‌نظیری است.